توی ویدیوی امروز به بازی جدید Five Nights at Freddy's Junior نگاه میندازیم. یه بازی فن مید جدید که داستانش مرتبط با بازی اصلی فنفه. امروز به داستان اصلی، تئوری ها و انیماتورنیک های نگاه میندازیم. امیدوارم که از این بازی ترسناک لذت ببرید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تی وی هستم. لطفاً لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستاگرام ما هم فالو کنید. لینک کانال دوم و سوممون هم داخل دیسکریپشن هست. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. قسمت 1، پول بر و گوست. داستان جونیور توی بازی به وضوح مشخص نشده، اما به خوبی توی صفحه دانلود بازی توی وبسایت گیم جولت خلاصه شده. در اینجا ما به عنوان یک کارگاهی که به رستوران جونیور فرستاده میشه، رستورانی که بعد از یه سری اتفاقات بسته شد، شرکت تحقیقاتی احساس میکنه که چیزی توی راهه و این به قهرمان بدبخت ما بستگی داره که اون چیزو کشف بکنه. کافیه که بگیم اونا احتمالاً فکر نمی‌کردن که با انیماتورنیک‌های قاتل جن‌زده سر کار داشته باشن. در حین خواب بازپرس که فعلاً از اون به عنوان قهرمان داستان یاد می‌کنیم، خودشو در بودی تاریک می‌بینه. اون به سرعت شروع به وحشت می‌کنه و معتقده که مرده. در همین لحظه خرس سفید کوچیک از تاریکی بیرون میاد و خودشو معرفی می‌کنه. این پول بر هستش و اون یه روح منفعله که به این مکان تاریک پناه برده، جایی که اسمشو باران گذاشته. باران بود برزخی بین زندگی و مرگه. یه مغز غولپکر در آسمون بالا آویزونه که نشون میده باران مستقیما با شخصیت‌های ناخودآگاه ما در ارتباط هستش. بعد از اینکه وارد جونیور میشه تا تحقیقات خودش رو شروع کنه، مناظر آشنا اینجا دیده میشه. فردی، بانی، چیکا و پاپت که از جعبه جایزه بیرون اومده. ما همچنین شاهد دستگاه آرکید مرموزم هستیم، اگرچه در حال حاضر از کار افتاده. پول بر به قهرمان داستان اطمینان میده که میتونه هر زمان که بخواد اونو به دنیای واقعی برگردونه، اما در ازای اون برای بعضی کارهای ناتمام کمک میخواد. پول بر خودش نمیتونه این کارو انجام بده چون مرده. با رسیدگی به کارهای ناتمام خودش، اون میتونه به زندگی بعد از مرگ بره. پول بر حتی پیشنهاد میده که در تحقیقات ما کمک بکنه و بنابراین یه مشارکت آغاز میشه. قهرمان ما شب بعد یه بار دیگه با پول بر ملاقات میکنه و بنابراین تحقیقات در جونیور با نظارت قهرمان ما بر فعالیت‌های ماوراءطبیعه در رستوران از طریق تغذیه دوربین امنیتی شروع میشه. پول بر به عنوان یه روح در دستگاه عمل میکنه و میتونه از طریق لپتاپ ما پیام‌هایی رو برای ما ارسال کنه که نکاتی رو برای بقا در زمانی که شخصیت شبح مس از یه انیماتورنیک به بعدی حرکت میکنه ارائه میده. از این دختر روح هرگز اسمی برده نمیشه و بنابراین نمیشه با اطمینان به هویت واقعی اون پی بردش. به نظر میرسه حضور اون توی رستوران کار ناتمومیه که پول بر درباره اون صحبت میکرد و دلیل تعطیلی جونیور از ابتدا بودش. اون به ما میگه که از این روح پنهان شده که اگه اون رو پیدا کنه روحش رو میگیره و بنابراین مأموریتی برای گرفتن این روح بدخواه شروع میشه. قسمت 2، شکار ارواح. هر شب بازیکن باید تشخیص بده که کدوم یکی از انیماتورنیک‌های جونیور تسخیر شده، چون روح از یکی به بعدی حرکت میکنه. روشی که ما شکار رو تشخیص میدیم توجه دقیق به دوربین و تماشای علائم آشکاره. به عنوان مثال اگه یه انیماتورنیک وارد اتاق بشه و نورها شروع به سوسو زدن بکنن یا اثری از دست انسان روی لنز دوربین ظاهر بشه، اون وقت میدونیم که روح وجود داره. با این حال روح چند ترفند در آستین خودش داره. یکی از اینا ساکن شدن در مارینته که در دوربین ما ظاهر نمیشه، اما در عوض وقتی عملکرد صوتی رو روشن میکنیم صدای جعبه موسیقی اون شنیده میشه. به همین ترتیب شبح میتونه بالون بیبی رو که فقط به عنوان این نماد گلیچ برای صفحه نمایش لپتاپ ما ظاهر میشه تسخیر بکنه. این صفحه نمایش لپتاپ پایداری انیماتورنیک رو نشون میده و وقتی این درصد به صفر میرسه منجر به یک گیم اوور میشه و خبر خیلی بدی برای قهرمان بدبخت ما میشه. برای جلوگیری از این پایان ناخوش، ما باید به طور دوره‌ای انیماتورنیک‌های تسخیر نشده رو به اتاق نگهداری فراخونی کنیم و بعدش با نصب یه بسته باتری تازه اونا رو تعمیر کنیم. اگه موقع تلاش برای پیدا کردن شبح انیماتورنیک نادرست رو حدس بزنیم، مقادیر این درصدهای پایداری در سراسر صفحه کاهش پیدا می‌کنه.
بنابراین انتخاب درست اینکه کدوم انیماتورنیک تسخیر میشه مهمه. قسمت 3، انیماتورنیکا. الان بیاید نگاهی به هر کدوم از انیماتورنیکایی که در پنج شب اول تحقیق خودمون با اونا مواجه میشیم بندازیم. فنف جونیور داره صفحه منوی قابل دسترسی بعد از اتمام بازی با توضیحات دقیق شخصیت‌ها هستش. فردی، این نسخه فردی خیلی بلندتر و لاغرتر از بقیه است. اون دارای کلاه و پاپیون نمادین خودشه. بانی، شبیه به فردی، این نسخه از بانی خیلی باریکتر از خیلی از طرح‌های دیگه است. یه جفت عینک شیک به اون داده شده و رنگ اون از نیلی تیره به رنگ آبی مایل به سبز تغییر کرده. چیکا، این نسخه چیکا با تم غذا نیست، بلکه تم خواب هستش. اون لباس شب میپوشه، یه کلاه خواب میپوشه و کش کوچیکش پستونک داره. چقدر دوست داشتنی. فاکسی، این نسخه با تم دوزان دریایی از فاکسی برای حفظ اون ظاهر نمادینی که همه دوستش دارن نامید کننده است، با کلی پیرسینگ. بالون بیبی، اون در واقع بچه است، همونجور که از اسمش معلومه. در تلاش برای به تصویر کشیدن اون حال و هوای ترسناک، چهره اون شبیه عروسک شد. مثل همیشه اون بادکنکاشو در دست گرفته و کلاه پروانه نمادین سرش کرده. مارینت، با بدن دوکی درازش، این نسخه از مارینت یا پاپت بیشتر شبیه عروسک پارچه‌ایه. همچنین به اون یه بینی و گوش داده میشه تا به ظاهر عروسکی ترسناک که اون رو در فنف خیلی نمادین کرده بود اضافه بکنه. قسمت 4، نوارهای مرموز VHS. هرچه به جونیورز بیشتر وارد میشیم، پیشینه اسرارآمیز اون آشکار میشه. ما بعضی از این افشاگری‌ها رو از طریق سری نوارهای قدیمی VHS تحویل میگیریم که شخصیت‌ها و کاورها بعد از تکمیل شیفت‌های خاصی هستن. نوار اول روش زده شده قسمت اول. در این نوار یه انیمیشن کلایمیشن وجود داره. فردی رو نشون میده که به سمت دری با برچسب مراقب منگل باش میره. فردی یه بازوی انیماتورنیک رو در دستش داره. نوار VHS دوم اپیزود دومه. این بار بانی و فردی پشت میزی توی پیتزا فروشی میشینن. فردی تری از منگل رو به هم میچسبونه، انگار که اونو مونتاژ میکنه. بعدش به نظر میرسه که منگل با فردی صحبت میکنه و روش تاثیر میذاره. بعدش شاهد انتقال روح فردی به بانی هستی. بعد از تشمیل این انتقال، این بانیه که الان یه زائده انیماتورنیک رو به منگل تحویل میده. نوار با عکسی از بانی و فردی به پایان میرسه که با هم میخندن. این نشون میده که هر دو الان تحت کنترل منگل هستن. نوار سوم با عنوان من میدونم که باشی هستش. این به ما میگه که دختر روح یا همون گوس از قهرمان داستان و شراکت اون با پولبرت خبر داره. در این نوار تصاویری از چیکا در خواب و خواب پیتزا رو میبینیم. بانی به طرز شومی روی پای تختش نگاه میکنه و رویاهای چیکا با انتقال روح به بدنش تغییر میکنه. بعدش چیکا ساخت منگل رو با رسوندن اون به قطعه نهایی تکمیل میکنه. الان قبل از مشاهده نوار پایینی باید لحظه‌ای به داستانی که بین قهرمان داستان و آشنای جدیدش پولبر در حال باز شدنه بپردازیم. بعد از انتقال اطلاعات یافت شده در این نوارا، پولبر میگه که منگل بدن جدیدیه که روح در تلاش برای خودش بسازه. این بدن به اون این امکان رو میده که خیلی قدرتمندتر بشه و بنابراین متوقف کردن اون دشوارتره. با آماده شدن قهرمان داستان برای تکمیل تحقیقاتش زمان خیلی مهمه. قبل از اینکه منگل ساخت و ساز رو تموم کنه، این دو باید روح رو متوقف کنن. برای انجام این کار اونا تصمیم میگیرن که شبح رو قافلگیر کنن و مخفیانه به لونه اون در زیرزمین رستوران وارد بشن. این ما رو به چهارمین و آخرین نوار VHS میرسونه. این یکی سقوط اسمشه. فیلم اون نمادینه و نقاشی کودکان از انیماتورنیک های مختلف در جونیورز رو به ما نشون میده که توسط یک گپ سیاه‌آلود شدن. بعضی از این نقاشی‌ها خونیان که نشون میده مثل بقیه مؤسسات فازبر فعالیت‌های قتل‌آمیز در جونیورز کاهش پیدا کرده. بعد شاهد سه انیماتورنیک نمادین بانی، چیکا و فردی بودیم که در حالی که منگل از بالا پایین میاد وایساده بودن. این نوارها نمادی هستن که چطور منگل قطعاتی از هر یک از این انیماتورنیک‌ها رو تحت کنترل روح می‌گیره و اونا رو در حالت تسخیر شده می‌ذاره. قسمت 5، منگل و انیماتورنیک‌های تسخیر شده. پولبر درباره ورودی مخفی که به زیرزمین منتهی شده میدونه و بنابراین قهرمان داستان ما اونو برای رویارویی نهایی با دختر روح به قلب تاریکی میبره. مدت هاست که طرفداران فنف این تنظیمات و مکانهای گیمپلی رو میشناسن. اونا از فنف 2 میان. این به ما میگه که مکان اصلی جونیور همون مکان فنف 2 هستش و بنابراین همون مکان رستوران اصلی فرد برز فامیلی داینر هستش. نکات مهمی که باید در حین ورود به بخش تئوری این ویدیو به خاطر داشته باشید. در زیرزمین با انیماتورنیک‌های تسخیر شده مواجه میشیم. اونا قطعاتی هستن که برای ایجاد منگل در نیمه راه این شب استفاده میشن. مثل فنف 2 وقتی این انیماتورنیکا ظاهر میشن، باید پشت ماسک بانی پنهان بشیم. اگه ما مراقب اون نباشیم، بالون بیبی میتونه چراغ قوه ما رو هم غیر فعال بکنه.
و این چراغ قوه برای دور نگه داشتن فاکسی موقع زایش شدن در راهرو مورد نیازه. در نهایت جعبه موسیقی باید برای جلوگیری از جامپسکر استفاده بشه. بعد از اینکه این انیماتورنیکا با منگل ادغام شدن، اون مبارزه رو در فاز دوم در ترکیب با گوست به عهده میگیره که در فیت‌های دوربین‌های مختلف ظاهر میشه تا دوربین‌ها و نور ما رو بشکنه. منگل میتونه با استفاده از دوم جهتیش به اتاق نگاه کنه. بنابراین هر زمان که این اتفاق افتادش باید پشت ماسک پنهان بشه. اگه منگل توی راهرو ظاهر شد باید مثل فاکسی روش نور بندازیم. برای از بین بردن رو باید نور دوربین رو به اون بتابونیم تا زمانی که ناپدید بشه. قبل از پایان ویدیو و توضیح علمی بازی بیاید نگاهی به ویدر انیماتورنیکا بندازیم. ویدر فردی، نسخه تیکه تیکه شده فردی با یه دونه چشم. ویدر بانی، صورت بانی توسط منگل پاره شد و به عنوان ماسک توسط بازیکن استفاده شد. ویدر بانی ویژگی‌های تقریبا مشابه با طراحی خودش در فنف 2 داره. ویدر چیکا، آرواره چیکا از هم پاره شده و باز شده. خیلی شبیه طرح اون در فنف 2 هستش. اون احتمالاً بیشترین آسیبو دریافت کرده. چیکای بیچاره. ویدر فاکسی، فاکسی کاملا ترکیده. گوش چپش کاملا کنده شده. ویدر بالون بیبی خیلی شبیه به مارینته. سر چینی بالون بیبی در بازی کاملا شکسته شده. ترکای روی صورت اون اسکلت درونی ترسناکی رو در زیر با مارینت در آخرین بازی جونیور نشون میده. ویدر مارینت به طور کامل توسط منگل شکسته شده و چهره هولناک اونو نشون میده. منگل کاملا غول پکره. با گذشت زمان ساختمون جوانی که ارواح رو فراموش کرده بود اونو به عنوان آخرین شکل خودش ساخت و از قطعات مختلف اسکلت درونی انیماتورنیش برای ایجاد این هیولا استفاده کرد. در مرحله نهایی تمام انیماتورنیکا روی سیستم نوار نقاله میپرن و خودشون رو قربانی میکنن تا کار منگل رو تموم بکنن. قسمت پنجم، پایان. بعد از رسیدن به ساعت 6 صبح و جلوگیری از ادغام ارواح با منگل، اون در عوض سعی میکنه با قهرمان داستان ادغام بشه و مجبور میشه به ذهن اون راه پیدا کنه تا به بارون دسترسی پیدا کنه و پولبر رو ردیابی کنه. دختر روح شروع به خفه کردن پولبر میکنه و به اون میگه که دیگه زیر لباس مخفی نیستش. این به ما میگه که پولبر یه بچه دیگه است. پس اون چه کسی میتونه باشه؟ خب در حین سفر در بازی چند سرنخ در مورد هویت اون به ما داده میشه. در سکانس قبلی پولبر اشاره میکنه که خیلی تنهاست و فقط ارواح دیگه اون رو همراهی میکنه. ما همچنین میدونیم که پولبر رفتاری ترسو داره و از قهرمان داستان کمک میخواد، چون اون برای رویارویی با انیماتورنیک و دختر روح ترسیده. این ویژگی ها کاملا با شخصیت خیلی آشنای پنج شب در فردی مطابقت دارن. بچه‌ای که گریه میکنه، همون ایوان افتن، بچه گریان. به نظر میرسه به احتمال زیاد قرار اون کسیدی باشه. این به این دلیل که کسیدی شرورتر از همه قربانیان کودک بوده و دلیلی برای اومدن بعد از کودک گریان داشت، چون اون پسر قاتل ویلیام افتن بود، مردی که زندگی اون رو دزدید. رو به پولبر میگه که اون و بعدش عروسک کوچیکش رو نابود میکنه، اما قبل از پایان گفتگو اون توسط قهرمان داستان از پشت ضربه میخوره. در این مرحله ناگهان داستان به پایان میرسه و متن زیر پخش میشه. بعد از 5 سال جونیور بازگشایی شد. از اونجایی که پسر هنوز تا حدودی تصور منفی از شرکت داشت، این تغییر نام تجاری سنگین رو پشت سر گذاشت. فازبر انترتینمنت الان بیشتر از هر زمان دیگه متعهد به تفریح خانوادگی و مهمتر از همه ایمنی هستش. اونا ثروت اندکی رو صرف این انیماتورنیکای جدید کردن. به هر حال جرمی، فکر می‌کنی کی می‌تونی شروع کنی؟ به نظر می‌رسه این متن از طرف یکی از مدیران پیتزای تازه بازسازی شده فردی فازبر اومده. انیماتورنیک های جدیدی ذکر شده که به انیماتورنیک اسباب بازی بازطراحی شده دوستانه از فنف 2 اشاره داره. اساساً این دیالوگ برای دومین بازی در فرانچایز فنف هستش و گفتگو بین مدیریت و کارمند جدید جرمی فیتزجرالد انجام شده. شخصیت اصلی اون بازی در تمام این مدت جونیور داستان پیش درآمد فنف 2 بوده. پل زدن بین وقایع فنف 4 جایی که مرگ بچه گیان اتفاق افتاد، قتل ویلیام افتن که منجر به تولد روح انتقامجوی کسیدی شدش، و سرانجام بازگشایی رستورانی که به خاطر اون جرمی موقعیت نگهبان شبانه رو پذیرفتش. جونیور وضعیت انیماتورنیکای تسخیر شده، منشأ واقعی منگل رو توضیح میده و داستان پیش درآمدی رو روایت میکنه که خیلی از خالق سریال اسکات کاتن درخواست کردن. مطمئنم برداشتی جالب از داستان و یه فنگیم فوق‌العاده هستش. تنها سوالی که باقی میمونه اینه که آیا ما در تمام مدت در نقش جرمی بازی میکردیم؟ آیا جرمی قهرمان ناشناس ما بوده؟ الان برمیگرده تا به عنوان نگهبان شب قا کنه تا کسیدی رو تحت کنترل داشته باشه و از وقوع فاجعه جلوگیری بکنه. یکی از راههای نهایی که کشف میکنید زمانی آشکار میشه که به منوی اصلی برمیگردیم و روی ادامه کلیک میکنیم.
الان حالت چرخیدن آزادانه رو باز میکنیم که میتونیم بارون رو بگردیم و 4 جعبه جایزه شناور جمع آوری کنیم. اینها این نقشه مرموز و 10 صفحه عنوان باز میکنن که از 4 صفحه پاره شده ساخته شده. به نظر میرسه که اونا یه چیدمان سطحی رو مشخص میکنن، به بارون برمیگردن و ما در نهایت میتونیم به اون آرکید که قبلا از کار افتاده بود دسترسی داشته باشیم و جعبه‌های هویج بازی بانیفن رو بازی کنیم. با استفاده از نقشه میتونیم منطقه‌ای رو در این سطح پیدا کنیم که قفل پیام مخفی پولبر رو باز میکنه. در این پیام اومده: هی رفیق، منم پولبر. اگه برای تحقیق یا هر چیز دیگه‌ای به من نیاز داشتی فقط با من تماس بگیر، به زودی میبینمت. این پیام مشخص میکنه که سرنوشت پولبر سرنوشتی شاد و خوشحال کننده بوده و در صورت بروز اتفاق آماده کمک به ما هستش. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوب.